مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقعی سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام دوستان، عصرتان بخیر. به مهمترین ها از یک خوش آمدید. سرخط خبرها. حاصل کار 48 ساعت رایزنی، تفتیش 100% آرا، سپس دولت وحدت ملی. یک حکومت وحدت ملی تشکیل خواهد شد. حکومتی که به میان می آید از مشروعیت برخوردار باشد. هر دو طرف به این توافق رسیدن که به ایده های تقلب رسیدگی کنند و خواستار خویشتنداری در میان هواداران خود شوند. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. تقسیم قدرت در فرمول عادلانه. تا 2 سال دیگر افغانستان با نظام سیاسی دیگر. بخشی از توافق ها میان نامزدان. تعدیل در قانون اساسی میارن، در اونجا پست صدارت به نظر گفته میشه که با زمین آدمی دوم پای صدر اعظم میشه. از استقبال تا انتقاد، برخی کشورها توافق 2 مدعی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی را ستودند. اما شهروندان افغانستان، ما باید خودمان این کار را بکنیم، خودمان در واقع توانایی را داشته باشیم که بتوانیم سیاست خود از یک بحرانی در واقع اینچنینی نجات بدیم. در این مجموعه خبری من رؤوف اجمل همراه با ادریس تیموری با داشته های ورزشی در نیم ساعت خبر با شماست. مشروع خبرها. تفتیش 100% آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی نتیجه 2 روز گفتگوهای جان کری وزیر خارجه امریکا با هر دو نامزد ریاست جمهوری بود. با این توافق بنبست انتخابات شکست و نیز تصمیم گرفته شد تمامی برگه های رای در مرکز کمیسیون مستخن انتخابات با حضور متخصصان و ناظران جهانی تفتیش شود. از سوی هم ایجاد حکومت وحدت ملی از دیگر توافق های نامزدان ریاست جمهوری با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا است. جزئیات بیشتر در گزارش هست بشیر احمد قاسانی. بنبست انتخابات پس از چانه‌زنی های 48 ساعته شکست. نامزدان ریاست جمهوری، سازمان ملل متحد و جان کری وزیر خارجه آمریکا موفق به شکستن بنبست انتخابات ریاست جمهوری دور دوم شدند. آنها توافق کردند تا 100% آرا در حضور متخصصان بین المللی تفتیش شود. تفتیش آرا بر بنیاد معیارهای بین المللی صورت گیرد. تمام صندوق‌های آرا توسط نیروهای آیسف و کابل انتقال داده شوند. رئیس جمهور کرزی مراسم تألیف را تا زمان پایان تفتیش آرا به تأخیر بیاندازد. هر دو نامزد نتیجه انتخابات را بپذیرند و یک حکومت وحدت ملی ایجاد کنند. Both of them come here determined to make certain. هر دو طرف به این توافق رسیدند که به ایده های تقلب رسیدگی کنند و خواستار خویشتنداری در میان هواداران خود شوند تا از هر گونه اقدامی که منجر به تجزیه افغانستان شود جلوگیری کنند و کشورشان را متحد نگه دارند. کاری را که امشب می کنند و این چیزی است که میهن پرستی نیاز دارد و می توانم بگویم که دکتر غنی و دکتر عبدالله هر دو میهن پرستان با افتخار هستند. نتیجه انتخابات زمان جنجالی شد که دکتر عبدالله از آنچه که تقلب‌های گسترده در انتخابات میدانست پرده برداشت و رابطش با کمیسیون‌های انتخاباتی را قطع کرد. اکنون هر دو نامزد ریاست جمهوری با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه آمریکا با تفتیش آرا موافق هستند و بر مشروعیت انتخابات نیز تاکید می‌ورزند. انشاءالله که مردم افغانستان در نتیجه این تفتیش کامل و این تفتیش جامع آرا نتایج را داشته باشند به دست که در نتیجه از او حکومتی که به میان می آید در انظار مردم افغانستان و در انظار جامعه جهانی از مشروعیت برخوردار باشد. به چیلینه که به بین‌المللی میارونه او بین‌المللی افراد شامل او دخیل ترچه معلوم استی چه شفاف پروسه
پیو مشروع نتیجه تورسیم. سوم ظاهراً توافق نامزدان ریاست جمهوری و جان کری نشان می‌دهد که در نتیجه انتخابات بازنده وجود نخواهد داشت. آنها توافق کردند تا پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات حکومت وحدت ملی ایجاد کنند و هر دو نامزد در این حکومت سهم خواهند داشت. وعده سپردیم که با تکمیل پروسه تفتیش آرا در صدد تشکیل حکومت وحدت ملی می‌برایم و انشاءالله که ایره هم ما به خیر افغانستان و برای تحکیم وحدت ملی در افغانستان و برای اینکه افغانستان بتانه چلنج هایی را که در پیش رو داره با همه مردم افغانستان به اونا رسیدگی کنه و از فرصت ها استفاده بهتر به عمل بیاره، به این موافقه هم رسیدیم. ما ضرورت به حکومت وحدت ملی داریم که منافع تمام افغانستان به اساس بحث، مفاهمه و اجماع حل کنه. جای خوشبختی است که جهت ما دکتر سب عبدالله و ما موافقه کردیم که بعد از اعلان نتایج یک حکومت وحدت ملی تشکیل خواهد شد تا خدمت تمام مردم افغانستان انجام بده. اکنون باید انتظار کشید تا میلیون ها رای دانه دانه تفتیش شوند. روند تفتیش آرا فردا آغاز خواهد شد. اکنون دیده شود که در نتیجه این تفتیش آرای پاک از ناپاک جدا می شود و یا نه. سازمان ملل متحد اینجا برای حمایت و فراهمسازی امکانات و کمک است و ما با تمام توان تلاش خواهیم کرد که روند تفتیش و بازشماری آرا را که فردا آغاز می شود موفقانه انجام دهیم. اما برای موفقانه پایان دادن آن، من از نهادهای ناظر جهانی، اتحادیه اروپا، انستیتوت ملی دموکراتیک و دیگر نهادها می خواهم که هرچه زودتر ناظران خود را بفرستند و این روند را تقویت بخشند و در این روند همکار شوند. سازمان ملل متحد نیز در نامه‌ای از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا زمان تألیف رئیس جمهور جدید تا یک ماه دیگر به تعویق افتد. توافق اخیر نامزدان با فادرمیانی جان کری سبب آرامش خاطر مردم خواهد شد و اطمینان می‌دهد که کشور به بحران کشانیده نمی‌شود. از سوی هم رئیس جمهور کرزی از توافق دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای تفتیش 100% آرا استقبال کرد. آقای کرزی از کمیسیون های انتخاباتی نیز میخواهد تا روند تفتیش 100% آرا را بپذیرند. به باور رئیس جمهور کرزی باید روند تفتیش آرا شتاب بیشتر گیرد زیرا مردم در انتظار حکومت جدید هستند. باز هم بشیر احمد خاصانی. دقایق پس از نشست جان کری با نامزدان ریاست جمهوری، رئیس جمهور کرزی نیز در نشست خبری با جان کری وزیر خارجه آمریکا از توافق دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای تفتیش 100% آرا استقبال کرد. پیش از این دکتر عبدالله عبدالله رئیس جمهور کرزی را نیز در سازماندهی تقلب‌ها متهم کرده بود. امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، هر دو کمیسیون، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات افغانستان، ای پیشنهادات را بپذیرند و این پروسه را با سرعت در همکاری با ملل متحد و ناظرین جهانی به پیش ببرند. آقای کرزی از سکتگی در کارهای حکومت نیز سخن میزند و تاکید دارد که روند تفتیش آرا باید سرعت بخشیده شود و حکومت جدید آغاز به کار کند. امیدوار هستیم به زودترین فرصت کمیسیون‌های محترم ما در موافقت با پیشنهاد هر دو کاندید محترم ما کار سریع پیش ببرند تا ما هر چه زودتر رئیس جمهور جدید افغانستان انتخاب کنیم و مراسم تألیف شه بجا کنیم. امیدوار هستم در هفته های آینده این روند مشروعیت لازمش را که مردم افغانستان نیازمند آنند به دست آورد. من از رئیس جمهور کرزی به خاطر خویشتنداریش برای تعویق مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ستایش می کنم. جان کری مردی است که در سال 2009 جنجال‌های انتخاباتی میان دکتر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور کرزی را نیز پایان داده بود، اما دیده شود که این بار پادرمیانی او تا چه اندازه میتواند که سبب انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کشور شود. در این حال هر دو نامزد انتخابات بر سر پست نخست وزیری در حکومت آینده موافقت کردند. محمد محقق میگوید که برای دو سال نخست و تا هنگام تعدیل در قانون اساسی نامزد بازنده انتخابات به حیث رئیس اجرایی ریاست جمهوری کار خواهد کرد. به گفته آقای محقق نامزد بازنده پس از آن نخست وزیر افغانستان خواهد بود. بر بنیاد این توافق قدرت سیاسی به گونه عادلانه میان هر دو نامزد تقسیم خواهد شد.
ولی آریان گزارش می‌دهد. دو سال دیگر تا تغییر نظام سیاسی در افغانستان، تغییر نظام ریاستی با صدارتی و نخست وزیر افغانستان هم کسی خواهد بود که رأی دوم را در انتخابات به دست می آورد. بعد از اینکه بر نتیجه از این تفتیش بسیار بالا و وسیع یک نتیجه مطلوب برآمد که یکی از دو نفر کاندید برنده شد. باز در توافقنامه بخش سیاسی شیطر میگه که باز نفر که دوم شده اونا به حیث رئیس شورای اجرایه فعلا کار میکنن ذریعه یک فرمان رئیس جمهور و بعد در مدت دو سال که حکومت بعدی تعدیل در قانون اساسی میارن در اونجا پست صدارت در نظر گرفته میشه که باز همی آدمی دوم به صدر اعظم میباشه. با شکست بن‌بست انتخاباتی هر دو نامزد دور دوم انتخابات برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند و تقسیم قدرت هم میان این دو نامزد ظاهرا عادلانه خواهد بود، چیزی که دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی میگوید. اختیارات کمی تقسیم میشه چون بین اپوزیسیون و اپوزیسیون گفته نمیتونیم تیم دوم دیگه در زمین حکومت وحدت ملی و تیم اول یک مشورت هایی در تمامی عرصه ها صورت میگیره و عادلانه در بینشان همی ساختار یعنی در نظر گرفته میشه. قدرت بگونی مسئولیانه شبیه هم ترک چیز دیگه. دسته انتخاباتی تحول و تداوم هم به همین باور است، اما کمی متفاوتر از اصلاحات و همگرایی سهم نامزد برنده انتخابات را در قدرت بالاتر از نامزد بازنده میداند. در حالت کنونی انتظار میکشیم که کدام کاندید از طرف کمیسیون انتخابات بر معیارهای وضع شده بین المللی برنده انتخابات ریاست جمهوری میشه. کسی که برنده انتخابات نشد یک بخشی از حکومت وحدت ملی افغانستان خواهد بود. با این همه نظام آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ وقت حکومت از چندین جناح، از چندین گروپ، از چندین حزب ساخته میشه به طور طبیعی حالت ائتلافی داره. و حکومت ائتلافی اگر با ملای منافع ملی به میان بیاید، طیف وسیع از مردم میگیره، مفادش است. و اگر خدای نخواسته بر مبنای منافع گروپی و شخصی به میان بیاید، ضعیف‌ترین حکومت و شکننده‌ترین حکومت میباشه. پیشتر هم تغییر نظام سیاسی در افغانستان مطرح بوده است. دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی همواره بر تغییر نظام سیاسی با پارلمانی تاکید داشت. هرچند این خواست با واکنش‌های در درون کاخ ریاست جمهوری روبرو شده بود. رئیس جمهور کرزی همواره می گفت که افغانستان آزمایشگاه نظام سیاسی نیست. اکنون دیده شود که پس از دو سال و با تعدیل در قانون اساسی نظام صدارتی برای افغانستان می تواند مؤثرتر از نظام ریاستی باشد یا نه. روی هم رفته توافق نامزدان برای شکستن بن‌بست انتخابات افغانستان با استقبال جهانی روبرو شده است. ایران، هند، پاکستان و بریتانیا کشورهایی هستند که از این کار ستایش کردند. در افغانستان هم مردم این اقدام را ستودنی می دانند، اما تاکید دارند که چرا سیاستمداران کشور پیش از مداخله امریکا این مشکل را میان خود حل نکردند. سلیمان مستمن به این موضوع پرداخته است. کاری که به استقبال جهانی روبرو شده است، قرار گرفتن دو نامزد کنار هم و توافق برای شکستن بن‌بست انتخابات. ایران امیدواری کرده است که رئیس جمهور جدید زودتر کار خود را آغاز کند، اما ظاهرا انتقادهای هم از کار دیروز دارد. امیدوارم که رئیس جمهور جدید افغانستان هرچه زودتر کار خود را در راستای تامین ثبات در این کشور آغاز کند. ایران باورمند است که هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را ندارد و باید مسائل داخلی کشورها توسط خود مردم آن پیش برده شود. هند، سفارت هند در کابل. این گام اعتماد مردم افغانستان را به دموکراسی و وحدت ملی مستحکم خواهد کرد. بریتانیا. بریتانیا گفته است که از تفتیش آرا با معیارهای جهانی حمایت می کند و انتظار دارد که مورد قبول مردم افغانستان هم قرار گیرد. من بر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به خاطر رسیدن روی یک توافق و در اولویت قرار دادن منفعت‌های مردم افغانستان تبریک می‌گویم.
امیدوار هستم که روند تفتیش آرا اعتماد مردم افغانستان را بر روند انتخابات و نتیجه آن احیا کند. پاکستان در همسایگی افغانستان که بیشتر به مداخله در امور داخلی کشور متهم است. ما از این رای حل دوستانه که به دست آمده استقبال میکنیم. ما تلاش های همه کسانی را که برای این کار و نتیجه آن همکاری کرده اند ستایش میکنیم. اینجا در کابل هم مردم از تعهد نامزدان ستایش میکنند، اما میگویند این کار برخلاف انتظارشان از سوی خارجی ها انجام شد. ما باید خودمان این کار را بکنیم، خودمان در واقع توانایی را داشته باشیم که بتوانیم سیاست خود از یک بحرانی در واقع این چنینی نجات بدیم. این کمیشنر پیشین کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که این تعهدات باید عملی شوند، زیرا غفلت در عملی ساختن آنان بار دیگر اوضاع کشور را میتواند شکننده سازد. حضور ناظرهای بین المللی و در قسمت تامین امنیت نقش نیروهای بین المللی خود از این میتواند که نوید بخش باشه. و نکته دیگه که بسیار مهم است با اخلاص در این تعهداتی که از دو جانب صورت گرفته که چقدر اینا متحد و پابند و باورمند خود به این تعهدات اینا متحد میدانن و چقدر در قسمت تطبیق از او با هم دیگر همکاری میکنن. اما پایان بنبست انتخابات افغانستان از سوی جان کری بیانگر چی میتواند باشد؟ ضعف مدیریت در نهادهای افغانستان یا بستگی به خارجیان؟ متاسفانه که در جریان انتخابات ما با شرایطی مواجه شدیم که نه رهبری افغانستان و نه نهادهای قانونی افغانستان نتانستن که راه حل معقول برای انتقال سیاسی قدرت در افغانستان مهیا بسازن. و ما امیدوار هستم که تمام نظام انتخاباتی افغانستان دوباره مورد بررسی قرار بگیره و یکی از کارهای و اولویت‌های حکومت آینده افغانستان باشه تا با چنین مشکلات ما دوباره روبرو نشویم. شکست بنبست انتخابات با پایان بحران به یقین که بزرگترین رویداد هستند. آنچه که معاران ظاهراً از توان نهادهای داخلی بیرون بود. تا همین دیشب هیچ کس فکر نمی کرد که دو رقیب انتخاباتی یک باره دو رفیق شوند، همدیگر را در آغوش بکشند و از آینده روشن اطمینان بدهند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی که بارها بر همدیگر می تاختند، سرانجام بر ایجاد حکومت وحدت ملی موافقت کردند و همزمان با کاربرد صفت جلالت مآب یکدیگر را برادر صدا کردند. در گزارش حسیب مودودی آمده است که پایان تنش ها میان دو نامزد انتخابات عطش تامین وحدت ملی را بیشتر ساخته است. حتی بوی مسائل قومی و زبانی نیز از رسانه‌های اجتماعی محو شده است. انتظار طولانی خبرنگاران برای مخابره آخرین تحولات انتخابات افغانستان. سه پرچم اینجا نمادین از سه طرف گفتگو کننده بحران انتخابات. سرانجام با 6 ساعت تأخیر گفتگو کنندگان بحران انتخابات اینجا حضور یافتند. نخستین سخنران جان کری با مضمون سپاسگزاری از تمامی طرف ها. Let me begin by thanking both candidates, Dr. Abdullah Abdullah. محتوای این سخنان پیام‌های زیادی داشتند. با توجه به بحران اقتصادی، اما این صحنه نشان داد که دو رقیب انتخابات اکنون به دو رفیق مبدل شدند. رفیقانی که نتیجه انتخابات هرچی باشد حکومت وحدت ملی تشکیل خواهند داد. امروز موافقتنامه را ما موافقه کردیم. عبدالله در هنگام سخنرانیش چندین بار دیگر نیز از آنچه که همکاری اشرف غنی احمدزی خان سپاسگزاری کرد. اما محترم اورور دکتر جناب دکتر سب عبدالله او ما. همین گونه اشرف غنی احمدزی نیز در سپاسگزاری و کاربرد صفت جلالت ماب نسبت به عبدالله کم نیاورد. هر رایه ده هر افغان به چلن لاندیونی ولس. دو حریف دیروز با یک صدا خواهان تعویق مراسم سوگند رئیس جمهور تازه شدند. آنچه که پیشتر خیال محال جنون میگفتنش. رفاقتشان بیشتر محکمتر میشفت. یک دیگر را در آغوش گرفتند و دست بالا کردند تا ظاهراً کدورت ها پایان یابد. زیرا قرار است حکومت وحدت ملی ایجاد کنند. ناوقت شب جان کری و یان کوبیش در یک نشست مشترک با رئیس جمهور حضور یافتند. شاید انگوش شمار نشست آقای کرزی با غربی ها که لب سخن به انگلیسی نگوشد. آقای کرزی نیز عبدالله و اشرف غنی احمدزی را برادر صدا کرد و صفت های برایشان کار برد. برادر بزرگوار ما جناب دکتر عبدالله فرمودند که اینها
در مورد حل مشکلات انتخابات افغانستان و چیزی که از دید اینها تقلب بود وساطت ملل متحده لازم دارستند. دور از کاخ ریاست جمهوری و دسته های انتخاباتی نامزدان امروز شهر کابل حال و هوای دیگری داشت. گذار از بنبست انتخابات و ایجاد روزنه امید مردم را با آینده خوشبین ساخته است. عبدالقادر نیز با آینده خوشبین شده است. مرد بودوز با درآمد کمتر از 200 افغانی که شدیداً نگران آینده کشور شده بود. با تشویق که یعنی خدای نکرده جنگ نشه بازم و حالت قبلی نبه و می بسیار تشویش نشه. میکنال که از دشاو فتر بسیار خوشحال است. فیسبوک بزرگترین شبکه اجتماعی با بیشترین کاربر در افغانستان. پیکارهای انتخابات برگ های این شبکه را به شدت رنگ قومی داده بود. حتی احتمال بسته شدنش مطرح بود. از دیشب اما مسائل قومی جایش را به واژه های با مضمون وحدت ملی داده است. در تویتر هم اوضاع همین گونه است. پخش تازه ها درباره توافقات دو نامزد و استقبال از شکستن بنبست انتخابات در افغانستان. روزهای دشوار پیش از شکستن بنبست انتخابات. هیچ چا دا خوب بونوینی چه تقرب کردی بیا سبا و رز درگ معنی ترزی. اتهام های نامزدان بر یک دیگر. همه گذشتن و برای ثبات آینده گام برداشتن. ظاهراً جز حرمت گذاشتن و پذیرش همدیگر چاره این نمانده است. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی افق شرق به شما تقدیم می گردد. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی افق شرق به شما تقدیم گردید. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. و رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت. سپاس که تا این دم همراهمون بودید. در ادامه با برنامه رسم موسیقی باشید.